فرانسوافیا نامزد حزب جمهوری خواه در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و نخست وزیر پیشین فرانسه روز یکشنبه از هواداران خود خواست دست از مبارزه بر ندارند. پاریس روز یکشنبه شاهد تظاهرات صدها نفر از طرفداران آقای فیون بود. گزارشی از یگانه ارسپار. آقای فیون روز یکشنبه همراه با همسر خود در جمع هوادارانش در پاریس. هموطنان عزیزم، آنها فکر میکنن من تنها، میخواهند که من تنها باشم. آیا ما تنها هستیم؟ مرسی دوستان عزیزم، از صمیم قلبم ممنونم که با وجود سرمای شدید، دستورات، کاریکاتورها و حتی تمامی اهانت‌هایی که به شما شده اینجا هستید. حضور شما در این میدان نماد قدرت ماست. روز یکشنبه صدها تن از هواداران فرانسوا فیون با تجمع در اطراف برج ایفل در پاریس حمایتشان را از نامزد متهم به فساد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کردند. فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری‌خواه فرانسه به سوء استفاده از مقام متهم است. پلیس و دستگاه قضایی فرانسه تحقیقاتی را علیه آقای فیون درباره پرداخت حقوق غیرمجاز به همسر و فرزندانش به خاطر کمک به امور پارلمانی دفترش آغاز کرده است. راهپیمایی روز یکشنبه هواداران فرانسوا فیون آزمایشی برای نشان دادن محبوبیت نامزد حزب جمهوری‌خواه فرانسه در انتخابات ماه آوریل و مه تلقی می‌شود. کمیته سیاسی حزب جمهوری‌خواه فرانسه اعلام کرد دوشنبه شب تکلیف نامزدی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را معلوم خواهد کرد. فرانسوا فیون تا به امروز در مقابل فراخوان کناره‌گیری از کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه مقاومت کرده است. در این حال مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی و رقیب راست افراطی فرانسوا فیون جایگزین کردن آقای فیون را خطری برای دموکراسی فرانسه دانسته است. در حال حاضر با کاندیدایی روبرو هستیم که در انتخابات مقدماتی احزاب راست میانه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری توانست موفق شود. اکنون همه نظرشان عوض شده و تصمیم دارند کسی را جایش بگذارند که از همان ابتدا از دور رقابت‌ها خارج شده بود. رهبر حزب راست میانه روی فرانسه روز یکشنبه گفت از فرانسوا فیون خواسته به نفع آلن ژوپه نخست وزیر اسبق فرانسه که او نیز عضو حزب جمهوری خواهان فرانسه است از روند مبارزات انتخاباتی کناره‌گیری کند. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.